این جمله که میخوام براتون بخونم عین اعتراف خود بنگوریونه. میگه من از اعتراف به این نکته شرم ندارم که اگر قدرت می‌داشتم چون که آرزویش رو دارم گروهی از جوانان کاری را جدا می‌کردم، جوانانی هوشمند، شایسته، فداکار نسبت به آرمان ما و آرزومند کمک به رهایی یهودیان. آنگاه این جوانان را به کشورهای می‌فرستادم که یهودیانشان غرق در خودخواهی گناه هستند. یهودیای تو کشورهای دیگه حاضر نیستن بیان به اسرائیل، برای همین بهشون میگه گناهکار. اینا می‌فرستادم به این کشورها. وظیفه این جوانان این بود که خود را غیر یهودی جلوه دهند و یهودیان را با شعارهای آنتیسمیتیستی به سطوح درآورد. آنتیسمیتیسم یعنی مقابله با نژاد یهود، نژاد یهود و عرب کلا، سامی‌ها. یکی از حربه‌های اینا برای اینکه کسی نمیتونه آنتی زایونیست باشه اینه. شما ضد صهیونیست باشی میشه آنتی زایونیست. خب سریع بهت انگ آنتیسمیتیسم میزنن. یعنی تو ضد یهودی. عموم این ضد صهیونیست‌های دنیا رو برید توی ویکی‌پدیا که خود اینا زیر نظرشون دارین کاراش انجام میشه، وقتی میری اونجا میبینی که نوشته اینا آنتیسمیتیستن. میگه با شعارهای آنتیسمیتیستی نه آنتی زایونیستی. میگه من این جوانا رو میفرستادم برن فوش بدن به چی؟ به یهودیا و آنها را به سطوح بیاورن. شعارهای از قبیل قاتل، یهودی، گم شو، برگرد به فلسطین. من قول میدم که نتیجه این کار از لحاظ مهاجرت هزاران بار بیش از نتایجی میبود که موعظه هزاران فرستاده پیغمبر، معجزه هزاران پیامبر به بار میخواست بیاورد و در گوشه‌های ناشنوای اینان بخواند. میگه بیاد از این کارا بکنیم، اینا خیلی سریعتر جواب بده. همین کارا رو هم عیناً بنگوریون رقم زد. یه نمونهش رو برای شما بگم، ماجرای کشتی پاسرت تو 1940 دیگه. این کشتی 1771 نفر یهودی توش بود که اینا می‌خواستن مهاجر غیر قانونی از اروپا بودن که می‌خواستن برن سمت فلسطین. اون موقع تحت قیمومیت انگلیس بود فلسطین. انگلیس می‌خواست برای اینکه وجهه خودش رو تو جنگ جهانی بالا ببره، خب اومد چیکار کرد؟ به یهودیایی که از دست هیتلر فرار می‌کردن کمک می‌کرد. این باعث شده بود که یه عده از مهاجرا چی بشن؟ پشیمون بشن، اصلا نه این اسرائیل. خود بنگوریون یک فرماندهان اون گردانه هاگانا، گردانه ترور، اومدن کشتی رو منفجر کردن. آقا چنان جنگ روانی علیه انگلیس‌ها راه انداختن، انگلیس عقب نشینی کرد، گفت بیاد برید تو. یعنی هر این اصلا مهم نیست یهودی کشته بشه. از من بخواد بهتون بگم بیشترین یهودی رو در کره زمین خود یهودی‌ها کشتن، خود صهیونیست‌ها کشتن. اینا می اومدن محیط‌های دیگر رو ناامن می‌کردن که تنها محیط امن کجا به ذهن برسه؟ اسرائیل. فقط کافی امنیت یهودی‌ها در بیرون اسرائیل چی باشه؟ بیشتر باشه، برمیگردن میرن. به خاطر همین هرس شنگایی چیکار میکنن؟ اقدامات آنتیسمیتیستی انجام میدن تو کل کشور. مثلا یه میبینی خبرگزاریشون میره که امروز قبر یهودی‌ها رو در لهستان چند نفر حمله کردن، روغن ماشین ریختن رو قبر رو آتیشش دادن، 4 تا عکس و فلان اینجور چیزا نشون. این کار خود ایناست. نمونه دیگه از این اقدامات آرزومندانه آقای بنگوریون ماجرای انفجار کنیسای یهودیای بغداد بود. اصلا یهودیای عراق جزء ثروتمندترین و مرفه‌ترین یهودی دنیا بوده. کارشون خیلی عالی بود، نماینده داشتن، اصلا وزیر یهودی تو دولت عراق داشتن، وزیر دارایی 5 سال وزیر دارایی اصلا یهودی وزیر شد تو کشور. تا اینکه یه اتفاق افتاد. سال 1928 سر الفرد موند صهیونیست انگلیسی سفر کرد به عراق. مسلمان‌ها نسبت به این سفر واکنش نشون، یه تظاهراتی شد. خود یهودی عراق اعلام براءت کردن، گفتن اون صهیونیسته، ما باهاش کاری نداریم، مثل کلمه خودمون که در مورد جنایت اسرائیل واکنش نشون میدن. ماجرا خوابید. یعنی تنها واکنشی که میتونی بگیری تو اون سالها بین مسلمان‌ها یهودی اتفاق افتاد شو همین، اونم تموم شد. اما آروم آروم باید یه اتفاقاتی افتاد. اولین انفجار 1950 مقارن با آخرین روزهای عید فصح تو خیابان ابونواس صورت گرفت. کشته و مجروحی در بر نداشت. یه انفجار صورت گرفت، اما بعد انفجار خبر بود که پخش میشد که آقا برید موسیقی گروه مسلمان‌ها میخوان یهودی‌ها رو بکشن. بعد از این انفجاری که هیچ کشته‌ای هم در بر نداشت، 10,000 نفر رفتن ثبت نام کردن برای مهاجرت به اسرائیل. خب بنگوریون راست میگفت دیگه. کی میتونست اینجوری اینا رو ببره اونور؟ با یه تیر ترقه در کردن چی؟ 10,000 نفر رفتن ثبت نام کردن. انفجار دوم بعد از چند مدت بعد از همین انفجار اول تو مرکز ستاد اطلاعاتی آمریکا. مثلا آمریکا برای شما مثل انگلیس برای شما مثل چه ضربه حربی علیه خود انگلیس استفاده کردن؟ مثل دستمال استفاده می‌کنن می‌ریزن دور. چون محل رفت آمد یهودی‌ها بود. اونجا رو منفجر کردن. یه هشدار به آمریکایی‌ها دادن که با ما مثلا هماهنگ بشید. یه هشدار هم به یهودی‌ها پخش شد که آقا اینجا رو زدن چون محل رفت آمد یهودی‌ها بود. اینم کشته و زخمی نداشت. میگن معادل همون ثبت نام اول دوباره ثبت نام کردن. یه خورده کمتر. 8-9 هزار نفر رفتن دوباره ثبت نام کردن. سومین انفجار اهمیت بیشتری داشت. تو کنیسه مسعود هاشم مرکز گردهمایی یهودی‌ها بود، بلخص یهودیای کرد عراقی. اینجا یه سری کشته داد. بعد اون یک جو رعب و وحشتی رو افتاد از بغداد گرفته تا نیویورک. یعنی با کشته شدن مثلا یهودیای عراقی، یهودیای آمریکایی رو میکوچوندن. روزنامه نیویورک تایمز هر روز داشت خبر قتل عام یهودی‌ها در عراق میگفت. کسی هم دقت نمی‌کرد که این اخبار همش از تل‌آویو داره سازمانده میشه. نهایتاً اینا منجر به یک طراحی عملیاتی شد به اسم عملیات علی بابا که اینها 120,000 یهودی رو تو 5 سال کوچاند. فقط در عراق چقدر یهودی موند؟ 5,000. 120,000 نفر رو تو 5 سال کوچاندن. با چی؟ با این طرحی و تاکتیکی که بنگوریون داد. گفت به اینا بگی پاشو بیا نمیان. اول از این ور بگی اینجا جای خوبیه، بهتون زمین میدیم فلان، اینجا اونورم جای چیه؟ خطرناک. خیلی از اقدامات ضد یهودی که در دنیا داره اتفاق میفته کار خود ایناست. میخوان به یهودیا بگن امن‌ترین جا برای شما اسرائیل. تموم شد. ویلبر کرین اولند مشاور پیشین سی آی ای تو عراق این ماجراها رو نوشته، ماجرا اون روزا رو من عیناً براتون رو میخونم. چه درست پس از آن که وارد بغداد شدم یک شهروند اسرائیلی مورد شناسایی قرار گرفت. بازجویی از وی منجر به کشف 15 قبضه اسلحه شد. خیلی برای من عجیب بود. توی بغداد یه اسرائیلی ما گرفتیم که این اسلحه وارد کرده بود و داشت یهودی میکشت. این بدبخت خود گیج شده بود، میگفت چرا دارن این کارو میکنن؟ که جنبش زیرزمینی صهیونیست وارد عراق کرده بود. تلاش در راه جلوه دادن عراقی‌ها به عنوان افراد ضد آمریکایی و به وحشت انداختن یهودیان منجر به آن شد که اینها کتابخانه دفتر اطلاعات آمریکا و کنیسه را بمبگذاری کنند. دیری نگذشت که اعلامیه‌ای انتشار یافت که طی آن از یهودیان خواسته شده بود که به اسرائیل فرار کنند. دولت عراق از این امر پریشان شده بود. دولت عراق گیج شده بود اینا چه اتفاقاتی داره میفته. بررسی و بازجویی تمام عیار را به وجود آورد و یافته‌های خود را با سفارت ما در میان گذاشت که ایشون در ادامه میگه متعاقب این تحولات 28 یهودی به جرم جاسوسی و داشتن اسلحه غیرقانونی در ظهر روز 22 می 1951 در عراق توسط پلیس حکومت دستگیر و تا ژانویه 1952 محاکمه آنها طول کشید. انفجار نارنجک در قهوه‌خانه‌ای در بغداد کار آنها بود که طی آن 4 یهودی در آوریل 1950 زخمی شدند. توی بازجویی اینا در اومده بودا. بعد میگه بمبگذاری در دفتر ثبت نام مهاجران یهودی در کنیسه مسعود هاشم که طی اون 3 تا یهودی در ژانویه 1950 کشته شده بودند. تمام اینها میگه که یا در دفتر بمبگذاری در دفتر اطلاعات سفارتخانه آمریکا در مارس 1951 یا خونه یک یهودی در ماه می 1951 یا مغازه یک یهودی در ژوئن 1951 میگه همش کار این یهودی بود که ما دستگیر کرده بودن. عراق گرفته میگه اینا با سفارت ما هم در میان گذاشت. چرا سفارت اینا؟ چون سفارت امریکا هم اون دفتری که ثبت نام صورت میگرفته مورد حمله قرار گرفته بود.